کاهش میده. ما اصلا فرض بگیر که نمیخوایم این اپلیکیشن ها رو استفاده بکنیم، اصلا تکنولوژی دیگه نمیخوایم بریم سراغ، میگیم آقا آی پی روتین کار ما را میندازه، چه دردسری من برم سراغ ام پی ال اس یاد بگیرم، یه اوورهدی رو انجینیرای شبکه‌ام بذارم، یه ادمنستریشن اوورهدی داشته باشم توی نتورک، داون تایم بگیرم، چنج بگیرم، اینا رو بزنم، اصلا نمیخوام همون آی پی روتین رو استفاده میکنم. نتورک امروزی و میشه گفت خواسته های بیزنسی که امروز هست، از مشتری به بیزینس درخواست میاد، بیزینس به فنی انتقال داده میشه، مشتری میگه آقا من این سرویس رو میخوام. خیلی مباحث هست که ام پی ال اس میتونه پوشش بده، اما فرض بگیریم هیچ کدوم از اینا رو ما نمیخوایم، جلوتر اشاره میکنیم به اینا. اما اولین چیزی که ام پی ال اس به من کمک میکنه، اوورهد رو کوروترا رو میاره پایین. حالا من لغت معادل اوورهد رو به فارسی نمیگم، سعی میکنم همین اوورهد رو عنوان بکنم، یعنی بار و فشاری که روی روترها هست برای اینکه بخواد همین پکت سویچینگ رو انجام بدن. این پکت رسیده به روتر، روتر بعد لوکاپ بکنه ببینه کدوم اینترفیسه، به صفش نگاه کنه، به ادجیسنسی تیبلش نگاه بکنه و این پکت رو سویچ کنه، اون هدرش رو در اصل عوض بکنه، از نو اطلاعات لایه 2 هدر لایه 2 رو عوض بکنه، یه ریفریمینگ انجام بده، از نو اینکپسولیت بکنه و این رو انتقال بده. خب اینا همه اوورهد داره برای روتر. و شما فرض بگیر یه مسیری داری تو شبکه 7 روتر رو بعد طی بکنه و دیلی های متفاوتی تو مس، سریالیزیشن دیلی داری، پروسس دیلی داری، برای اینکه پکت بخواد طی بکنه. حالا فرض بگیر این وسط یه لینک وایلس هم هست، این هم که دیگه دیلی رو خودش داره. ام پی ال اس به صورت خیلی جزئی این اوورهد رو به روترها کاهش میده و برای من و شما محسوس نیست اینا. اینا در حد میلی سکند و نانو سکند این کاری که ام پی ال اس برای من انجام میده. ولی که بعد ام پی ال اس رو کامل یاد بگیریم، ببینیم ام پی ال اس با لیبل ها چی کار میکنه، بعد کامل متوجه میشیم که خب حالا چه جوری اوورهد رو به روتر کم میکنه. نان آی پی پروتکل رو ساپورت میکنه. حالا میبینیم جلوتر ای آی جی آر پی، ریپ، او اس پی اف و آی اس آی اس، آی جی آر پی که منسوخ شده استش دیگه امروزه، اینها روتینگ پروتکل هایی هستن که ام پی ال اس میتونن انیبل بشه. اما مثلا وقتی سراغ مفهوم مثل تی ای میریم، دیگه من نمیتونم از ریپو یا جی آر پی استفاده بکنم، حتما باید برم سراغ آی اس آی اس و او اس پی اف، چرا که یه اکستنشنی، یه افزونه ای میخواد توی روتینگ پروتکل ها که بتونه این مپس رو ساپورت بکنه. اصلا نه ام پی ال اس، هر پروتکلی که جدید به وجود میاد یه اکستنشن و توی لایه 3، توی لایه 3 میخواد فعالیت داشته باشه، یه افزونه ای بعد اضافه بشه، یه الحاقه ای بعد اون روتینگ پروتکل بخوره تا بتونه اون مکانیزم اون تکنولوژی رو ساپورت بکنه. به هر حال ام پی ال اس همونجوری که اشاره کردیم تو اون دهه ها به وجود اومد، نانو آی پی پروتکل ها رو هم ساپورت میکنه، نظیر همون آی پی ایکس، اپل تاگ، نت پی و غیره. خب یه مروری داشته باشیم البته کامل تر بر آرکیتکچر کلا روتر. همونطوری که خاطرتون است، البته خب شاید خیلی از اساتید تو بحث روتینگ این رو اشاره نکنن، ساختار روتر رو، مثلا توی روتر ما میشه گفت دو تا چیز کلی داریم، دو تا قسمت کلی رو داریم، حالا اسمش رو بذارم دو تا محیط، اینجوری بگم بهتره، دو تا محیط کلی رو روتر داره. ساختار لاجیکی که برای ما، البته فیزیکی شما نمیبینید، ساختار کاملا لاجیکی، یکی بحث کنترل پلینه، یکی بحث دیتا پلینه. توی کنترل پلین روتر چه اطلاعاتی تبادل میشه و توی دیتا پلینش چه اتفاقایی میفته؟ دقت کنید، تو کنترل پلین ما روتینگ پروتکل ها رو داریم که وظیفه‌شون چیه؟ روتینگ انفورمیشن رو، یعنی اطلاعات مربوط به روتینگ رو با همسایه‌شون، با نیبرشون جابجا میکنن، با هم که تبادل میکنن. یه دونه آی پی روتینگ تیبل رو داریم که اینجا کامل‌تر می‌شناسیم، چون اینجا داره محیط‌های دیگه روتر رو شناسایی می‌کنیم، در نتیجه بعد یه ذره کامل‌تر این رو یاد بگیریم. دیگه مثلا به آی پی روتینگ تیبل میگیم روتینگ انفورمیشن بیس. یه فضای دیگه ای رو داریم تو کنترل پلین، لیبل اکسچنج پروتکل ها. جلوتر میبینیم پروتکلی به نام LDP، لیبل دیستریبیوشن پروتکل. مثلا فرض کنید اینجا من OSPF رو دارم که دارم اطلاعات روتینگ با نیبرم تبادل میکنم، اما لیبل ها رو کی تبادل میکنه؟ کدوم پروتکل وظیفه‌شه که لیبل ها رو تبادل بکنه؟ خب زمانی که ام پی ال اس می‌خواست به وجود بیاد، مکانیزمش بحث بود تو همون اینترنت تاسک فورس انجینیرها، مهندسی که تدوین می‌کنن استانداردهای نتورک دنیا رو، و
بحث بود که آقا ما بیایم یه دونه اکستنشن یا افزونه بذاریم تو خود روتینگ پروتکل ها، یعنی چیزی اضافه نکنیم به شبکه، یا یعنی اینکه بیایم یه پروتکل جدید اضافه بکنیم که اون زمان آپشن دوم یعنی LDP به وجود اومد و اونها تصمیم بر این گرفتن که یه پروتکل جدید به وجود بیاریم بهتره. یه LDP ما داشتیم که استاندارد شد، یه دونم TDP. TDP تگ دیستریبیوشن پروتکل انحصاری سیسکو بود که ما اشاره‌ای بهش نمی‌کنیم. تو این داکیومنت ها کم و بیش هست، می‌بینید اسمش رو، ولی اینجا من اشاره می‌کنم بهش که پروتکل انحصاری سیسکو بود برای جابجایی لیبل‌ها. منتها امروزه دیگه ما بیشتر LDP رو استفاده می‌کنیم، کمان که مثلا تو بحثی مثل سگمنت روتینگ دیگه LDP هم رفته کنار، یعنی برگشتیم به همون حالت قبلی، اون آپشن اولیه یک اکستنشن اضافه شد به روتین پروتکل ها که لیبل رو داخل آپدیت هایی که میفرستن اکسچنج بشه. برگردیم به این مپ، هست کنترل پلین، پس سه تا چیز مهم رو تو